دوستان سلام من سلماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش می کنید در طول جلسات و کوچینگ و سمینارهایی که داشتم به این نتیجه رسیدم که یه قطعه های در اعمال و گفتار رفتار و کنش واکنش های ما هستن که هر کدومشون به یک نوعی در کیفیت زندگی ما تاثیر بزرگ و قوی دارن ولی ما به هر دلیلی اونا رو نادیده میگیریم نتیجتا کیفیت زندگی اون به اون خوبی که باید باشه نیست این شد که تصمیم گرفتم در پادکست لام تا کلام به این ناگفته ها بپردازم و هر اپیزود راجع به یکیشون بیشتر صحبت کنم شما داریم به اپیزود سوم پادکست لام تا کلام که در خرداد ماه 1400 ضبط شده گوش میدین و در این اپیزود قراره در مورد راهکارهای مقابله با افراد سمی صحبت کنیم اپیزود قبلی راجع به این که یه رابطه سمی چه خصوصیتی داره آدم های سمی ممکنه چطور با همون برخورد بکنن ما حسابی صحبت کردیم تو این اپیزود در مورد راهکارهای مقابله با آدم های سمی من میخوام یه خورده بیشتر توضیح بدم بریم سراغ اولین نشانگر یک رابطه سمی که راجبش صحبت کردیم چی بود؟ حسمون، حالمون دوستان احساسات ما هیچ وقت به ما دروغ نمیگن به حس و حالتون توجه کنید به انرژیتون بهترین کار برای اینکه به حستون حضور داشته باشین نوشتنه وقتی میبینی حالتون بد میشه توی رابطه اول از همه باید ببینین چی شد که این حالا پس بنویسید بنویسید چرا ناراحتین بنویسید کجای ارتباط براتون ناراحت کننده بود از خودتون سوال کنید به خودتون زمان بدین. یه موسیقی آروم بذارید پنج دقیقه نه بیشتر نمیخوام دو صفحه انشا بنویسید ولی دو سه دقیقه به خودتون وقت بدین اول حضور داشته باشین ببینین چی شد قبل از اینی که انگشت شماتت رو به سمت برقه بگیرید اول ببینین چرا این حالین یه وچه تمایزی هست بین یه رابطه سمی و افکار منفی که تو ذهنمون روی یه ریتم باطل دائم دارن تکرار میشن این یه مرز خیلی باریکیه و خیلی وقتا شما به یه متخصص احتیاج دارین که بهتون کمک کنه وچه تمایز رو پیدا بکنین من خیلی وقتا که با مراجعینم کار میکنم متوجه میشم که اصل مشکلشون واقعا اون رابطه در درجه اول نیست بلکه عزت نفس و گاهی اعتماد به نفس پایینه که باعث میشه وارد این رابطه مدل رابطه ها بشن ه... یا حتی اگر رابطه صمی نیست هر هرچی بهشون میگه زود به تریج قواشون برمیخواد حالشون بد میشه بعد میگه من رابطه سممی و حتی اگه توی رابطه سممی هم هستن در کنار آدمای سمی حالشون ده برابرم که بدتر میشه بازم میمونن چون مرزشون قوی نیست و تمام این انرژی و سم و درونی میکنن و حالشون بدتر و بدتر میشه پس اولین راهکار اینه که شما به حالتون به حستون حضور داشته باشید و بنویسید و مطمئن شید که میدونین چرا حالتون بده با چند بار نوشتن خیلی چیزا در میاد بیرون بعد راجبه چی صحبت کردم راجبه مرزها صحبت کردم حواسمون باشه که ما باید توی رابطه مرز تعیین کنیم ورودی به مرزهامون رو باید سفت و محکم بکنیم و بعد روش پافشاری بکنیم با یه بار دوبار هم نمیشه این کار تا آخر عمرمون ادامه داره علت اینه که گرفتار این مدل انسان ها یا روابط میشیم درگیر این روابط های سمی میشیم در واقع نداشتن مرزهای های عاطفی و روانی درست و بجاست اصلا هم یادتون باشه گذاشتن و موندن روی این مرزها ها آسون نیست ولی سختی گذاشتن مرز از سختی ترمیم آسیب های ناشی از نداشتن مرز ها به مراتب کم تره. دوستان ما باید حواسمون باشه که دور برمون اطراف خودمون یه فیلتر بزرگ داشته باشیم و هر کس رو نذاریم وارده و حریم عاطفی ما بشه و یادمون هم باشه آقا قرار نیست ما با همه عالم هستی و جهان هستی معاشرت کنیم معاشرت نزدیک کنیم باشیم باهاشون ما باید حواسمون باشه که خیلی وقتا لازمه که نگاه کنیم ببینیم اون نزدیکترین آدما چقدر دارن به ما آسیب میرسونن از اون آسیب خودمون رو دور بکنیم یه سری روابط هم مثل خونه خاله مثل خونه دایی امه امو فامیل شوهر رو میتونین یه مقدار زیادی محدودشون کنین اگه تشخیص میدین حالتون باهاشون بده اگه تشخیص میدین آدم هستن که خیلی از علائم اون آدم ها و رابطه سمی که تو اپیزود قبل گفتم رو دارن بعد ارتباطتون رو به مینیموم مقدار موجود برسونین تا مرزاتون رو آروم آروم قوی کنین وقتی مرزهای شما قوی بشه اون آدما یا وارد حریمتون دیگه نمیشن یا با شما دیگه کاری ندارن که خدا رو شد یا اگرم بخوام باهاتون معاشرت کنن حواسشون هست با تکنیکایی که تا حالا با شما برخورد کردن نمیتونن باهاتون برخورد کنن که قبلا گفتیم بودن با آدم های سمی توش پر از چیزهای منفیه اصلا رابطه سمی یعنی چی؟ یعنی رابطه پر از چیزهای منفی اینجا باید یادمون باشه که به حجم انرژی و خبرهای منفی و وحشتناکی که از طرف این آدم ها و این تو این رابطه ها دریافت میکنیم باید هوشیار باشیم یه فیلتر اساسی که باید رو گوشامون بذاریم اگه به حرف این آدم ها باشه کلا دنیا داره به زودی منحده میشه همه دنبال یه کلک و زیرکانه یه کاری کردن با ما هستن ما اصلا توی دنیای خیلی منفی و کثیفی داریم زندگی میکنیم با این آدما با تصویری که این آدما بر ما میذارن پس باید به این هوشیار باشیم که هرچی میگن باور نکنیم درونی نکنیم و عمل نکنیم فیلتر هوشیاری خودمون رو اول داشته باشیم از عقل سلیم خودمون اول استفاده کنیم و داده هاشون رو حرفاشون رو حتما 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 با چند جای دیگه چک کنیم که مطمئن باشیم چیزی که دارن به ما میگن یا مدلی که دارن ما رو پرت میکنن وسط یه جایی اون مدلی نیست که ما پرت میشیم وسط آتیش پس شنونده عاقلی باشیم و یه چیز دیگه یه راهکار خیلی خوب دیگه برای اینکه از شر روابط سمی راحت بشین آزاد بشین اینه که خودتون رو دائم به خاطر بودنی تو این رابطه ها چه در حال چه در گذشته سرزنش نکنین دوستان سرزنش ما رو میبره به جایی که من بهش میگم به گوشه انفعال و فلجمون میکنه اینه که هی به خودمون بگیم چرا من با این آدم موندم چرا من هنوز با این گروه گیرم چرا معاشرت میکنم چرا پسشون برنمیام نمیام چرا انقدر بی ارادم چرا انقدر بی ارزم؟ چرا نمیتونم جوابشون رو بدم اینا همه نه تنها به ما کمکی نمیکنه بلکه کامل ما رو فلجمون میکنه پس کاری که باید با خودمون بکنیم اینه که به لغت هایی که به خودمون میگیم حواسمون باشه هوشیار باشیم و خودمون رو سرزنش نکنیم در لحظه که این سرزنش میایم، میاد سراغمون به خودمون فکر کنیم اگه من همین الان بخوام و بتونم یه کار کوچولو انجام بدم که الان حالم بهتر بشه چیه؟ اون یه کار کوچولو رو انجام میدم اگه الان میخوام یه کار کوچولو انجام بدم که از این سرزنش بیام بیرون چیه؟ مچ خودتون رو موقع سرزنش کردن خودتون بگیرید این بدترین کاریه که میتونیم با خودتون بکنیم اسپانسر این اپیزود پادکست لام تا کلام فیدیبو فیدیبو یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه با فیدیبو میتونیم به بیشتر از پنجاه هزار جلد کتاب و مجله و رمان صوتی و یا الکترونیکی دسترسی داشته باشیم فیدیبو در واقع ورژن فارسی کیندل آدبله شما میتونیم با فیدیبو به تمام کتابایی که من در پادکست یا پیج اینستاگرام معرفی میکنم دسترسی داشته باشید فیدیبو برای شنوندگان پادکست لام تا کلام یه تخفیف سی درصدی تخصیص داده که شما میتونید با وارد کردن کد تخفیف سلماز به انگلیسی S O L M A Z از اون تخفیف سی درصدی تا سقف 20000 تومان خرید بهرمند بشید. vidibo.com وقتی ما ذهن سرزنشگرمون رو خاموش کنیم ذهنمون جویا میشه حالمون بهتر میشه آماده میشیم برای چی برای اینکه از مشکل بیایم بیرون یعنی چی حواسان باشه بودن تو رابطه سمی یعنی بودن در مشکل یعنی زندگی کردن مشکل نشخار مشکل و دائم منفی بودن پس برای غرق نشدن و درگیر نبودن دائم تمرکزتون رو از روی مشکل بردارین بیاریم بزنین روی راه حل هر بار که در مورد مشکلی بحث میشه به جای اینی که بهش بیشتر بپردازین و اینی که بذارین فرد مقابلتون بیشتر قور بزنه یا تو گروهی هستین که میدونین که سمی بودنشون به خاطر این قرقرهای متناوب و تمرکزشون رو مشکلاته سریع دنبال این باشید که یه راه حل پیدا کنید یک کار که میتونیم بکنین اینه که همونجا که همه شروع میکنن به قور زدن یه آدمی که باش تو رابطه این داره قرقر نق و منفیگری و ناله و اینا میکنه آنن بپرسین خب به نظر چی کار کنیم بهتره به نظر چی کار میتونیم بکنیم میدونی یه چیز جالب چیه بیشتر این مدل آدمهای سمی و منفی با صحبت در مورد راه حل یه کوچولو نق میزنن ولی زود ساکت میشن چون ذهنشون ذهن مشکل مداریه و تحمل پیدا کردن و صحبت کردن راه حل رو نداره واقعیت اینجاست که ما لازمه دائم آدم ها و روابط اطرافمون رو ارزیابی کنیم. بهشون بپردازیم. بعد نمره بدیم. ببینیم که آیا این روابط همون جوری که از اول شروع کردیم کیفیتشون همون جوری داره پیش میره یا بهتر شده یا بدتر. یه چیزی هم یادمون باشه ها قرار نیست ما با همه تا آخر عمرمون همون نوع معاشرت رو داشته باشیم. کیفیت زندگی ما برایند کیفیت زندگی پنج نفر اولیه که بیشتری معاشرت با خودشون باشون داریم اینو دیگه بهتر میدونیم پس حواسم انتخاب خیلی باید باشه خیلی وقتا کلاینت ها به من میگن آخه نمیشه این رابطه رو کاریش بکنیم یا با فلانی قطع ارتباط کنیم وقتی یه خورده امیختر میشیم و بیشتر من میجویم که ببینم چرا میبینم یه منافع یا یه چیزایی تو رابطه به دست میارن که به هر دلیلی اون منفعت رو بیشتر از سمی که از رابطه بهشون وارد میشه دارن تو ذهن خودشون بهش وزن میدن ولی در دراز مدت اون سم رابطه سمی خیلی داره حالشون رو بد میکنه و آزارشون میده حالا شما ببینین شما به خاطر چی توی رابطه این چرا سختتونه ول کنین در این که برای جویدن و کابیدن بعضی از این مشکلات به کمک حرفه ای نیاز دارید که اصلا شک نکنین هممون احتیاج داریم ولی ازتون خواهش میکنم بعد از تمام این چیزهایی که راجع به نوع را روابط سمی و چند تا راهکار اصلی که براتون گفتم بعد از شنیدن همه اینا اگه هر جایی احساس میکنین که خودتون از پسش بر نمی با اون آدم های سمی رو در میون نذارید چون مطمئن باشید در نطفه ساکت خواهید شد برین سراغ فرد معتمدتون هر متخصصی که توی اطرافتون هست و تا حالا باش صحبت کردین یا بهش اعتماد دارید اعتماد شرط اول مطرح کردن و حل هر مشکلیه اگه کوچ دارید تراپیست دارید مشاور دارید فرق نمیکنه یه آدم معتمد و متخصص لازم دارید مهمترین فاکتوریه که میتونه بهتون کمک کنه که بتونین اولا که صادق باشید مسئلهتون رو بیان کنید و بعد اینکه دنبال راه حل بگردید یادتونم باشه تمام زندگی ما اون رابطه سمی و ناسالم و یا اون آدمای های سمی و ناسالم نیستن این انتخاب ماست که اون رو تو زندگی نگه میداریم اجازه میدیم که اون همه بهمون انرژی منفی بدن با عاطفی منفی بدن یا نه اگر شروع کردید به شنیدن این پادکست اگر دارید همین الان یه یادداشتی به و تو ذهنتون فکر میکنید ای من این کارو میتونم بکنم یعنی تو راه بهتر کردن کیفیت زندگی خودتون هستید دست از سرزنش خودتون بردارید یه نگاهی به اطرافتون بندازین و تو این مسیر از بقیه قسمت زندگیتون لذت ببرید دلتون شاد و تنتون سلامت